اگر دکتر واقعا وطن ترک میکرد و ما می فرضیه را قبول بکنیم، امی حرف و امی توجیه قبول بکنیم، و دکتر سب رفتن خواهد در امو فرمول که سازمان ملل متحد برای صلح در افغانستان داده بود، او این گپا را توضیح کرده بود در فرامین، در جلسات، در همه همه میفهمیدیم مویره این ما برش دست مالا کردیم. شاید در اجزای مطالب اختلافاتی وجود داشته بوده باشه و او اینقدر بزرگ نیست که او موجب تصادم، موجب قیام علیه نجیب، علیه دستگاه، علیه دولت میشه. من آدمی هستم که دکتر سبا روی شاد باشه، مرد بزرگ بود، بسیار بیرحمانه هم اون انتقاد میکردیم، اون تحمل داشت بلی مرد کم چیز میشنوه چی ضرورت استک. و باز خو امین رفقای بیروی سیاسی کمیته مرکزی هم برزو در این تصامیمی که گرفته میشد در همون جلسات تصمیم گرفته میشد، اینی کارت شوه آینده اینه تو راست ملل متحد تو میخوای و پیوسته گزارشات زیرت میداد که چی ملاقات های با بیننسیوان کرده که نماینده عالی رتبه ملل متحد بود، هیچ چیز پیش خود پت نمیکرد. درست است که این مسئله حل شده بود. اگر دکتر که من علم ندارم به این خاطر گفته نمیتونم، مثل که مخالفینش میگن میبرامد این خوبه تایید همه حزب شده بود دیگه. باز این چی جنجالی بود که در روی زیکت برچاو توفنگ و قوای نظامی مقاومت صورت بگیره. حال تمام اون کسایی که به این چیز اشتراک کرده بودن، بعضی رجال بسیار عمده سخت پشیمان و نادم هستن، چون دیدم که به این کشور آسیب رسید.